رهبران نظامی آمریکا و بریتانیا تا سال 2014 برای افغانستان سنگرداری میکردند، اما عقد آنان به پایان رسید و شمار بزرگی از سربازان این کشورها افغانستان را ترک کردند. تنها حضور شمار اندک آنان در برنامه حمایت قاطع برای مشوره دهی و آموزش نیروهای افغان در کشور تمدید شد. حالا آنکه بریتانیا و آمریکا هوای رهبری تمام جهان را در سر دارند، افغانستان و عراق هم بخش مهم از سرمایه‌گذاری های گذشته آنان است. جنگ افغانستان ماموریت 15 ساله واشنگتن، ولی اکنون نخست وزیر بریتانیا میگوید روزهای پر ازینه جنگ به پایان رسیده است و باید این دو کشور قدرت همه دنیا را در اختیار داشته باشند. آمریکا و بریتانیا جهان را به مسابه بخشی از رابط خاص تاریخی رهبری میکنند. ترزامی نخست وزیر بریتانیا نیز بیان داشته، آمریکا و بریتانیا جهان را باید به مسابه بخشی از رابط خاص تاریخی خود رهبری کنند. روزهای آغاز جنگهای پرهزینه پایان یافته است که جنگهای افغانستان و عراق شامل آن بود. حالا دو کشور با یکدیگر مسئولیت مشترک برای رهبری داریم، چرا که وقت دیگران قدم جلو بگذارند و ما عقب بکشیم، این برای آمریکا، بریتانیا و جهان بد است. از گفته های خانم ترسامی پیداست که می خواهد پس از این مشترک برای دنیا تصمیم بگیرد. روزهای مداخله در امور کشورها به خاطر بازسازی جهان بر اساس تصور ما برای آمریکا و بریتانیا گذشته است، اما ما به تفاوت هم بوده نمی توانیم که بگوییم تهدیدها چی زمان واقعی هستند و یا چی زمان مداخله به نفع ما است. نخست وزیر بریتانیا نخستین مقام یک کشور اروپایی است که پس از آغاز کار ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به این کشور سفر می کند. ترسامی پیش از سفر به آمریکا گفته است که برای ترامپ خواهد گفت که تمام موضع گیری های ترامپ برای او قابل نیست.